سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. سوتیانی که میخوام این جلسه بهتون آموزش بدم یه سوتیان فرانسوی هستش. عکسشو براتون میذارم. این سوتیان رو از روی عکس طراحی کردم، فرمولاشو براتون استخراج کردم و بهتون آموزش میدم. این سوتیان از 1، 2، 3 و 4 تکه تشکیل شده. اول تکه کاپ رو میگم بهتون. برای کشیدن تکه کاپ یه مربع مستطیل بکشید با اندازه 21 سانت، در این سمتش هم تقریبا 19 سانت. بچه اندازه‌ای که دارم میکشم برای دور سینه 90 حدوداً، دور زیر سینه 78 تا 80 و آکاردمان 8 هستش. یعنی سوتیانی که این شخص میپوشیده سایزش 80-85 بوده. شما هم حالا با فرمولا میتونید شبیه سازیش کنید. این طرف فرمول، فرمولش هستش به اندازه، حالا یعنی با تقسیم بندی مرکزش میخوام بهتون بگم. از این گوشه شما 1.5 سانت برید داخل، بعد یه 8.5 سانت، بعد یه 2 سانت، بعد یه 6.5 سانت و بعد اینجا باز دوباره یه 2.5 سانت علامت بزنید. از این کنار یه 6 سانت بیا بالا، یه 6 سانت بیا بالا، یه 1.5 سانت، بعد یه حدود 5.5 سانت بیا بالا. از این طرف یه حدود 13 سانت بیا یه علامت بزن و بعد یه 8 سانت داریم. از این بالا هم یه 6.5 سانت علامت بزن، یه 6.5 سانت دیگه و یه 6 سانت. خب اینجا که 6.5 زدی، این 6.5 دیگه خودش یک 3.5 هستش و یک 3. از وسطش یه خط بکش تا اون طرف. از این برم یه 1.5 اومدی، یه 8.5، یه 8.5، یه 2 سانت. این دور و وسطش رو پیدا کن، یه خط بکش تا این طرف تا توی مرکز همدیگر رو قطع کنن. حالا اگه میخوای با فرمول این کات رو بکشی، این کات این طرفش آکاردمان به علاوه 3، این طرفش آکاردمان به علاوه 2. بالاش آکاردمان به علاوه 1.5، پایینش آکاردمان به علاوه 1 هستش. خب پس آکاردمان به علاوه 3، آکاردمان به علاوه 2، آکاردمان به علاوه 1.5، آکاردمان به علاوه 1. گفتم این از اینجا 6 سانت برو بالا، از اینجا هم 1.5، اینجا رو حذفش کن، اینجا یه دور ریزت هستش. گفتم یه 8.5 بیا جلو، یه 2 سانت جدا کن. از این 2 سانت به اندازه، ببین اینجا حدود از این مرکزش 3.5 سانت بیا پایین، یه ساسون ببند، یک سانت به این طرف، یک سانت به این طرف، اینو دور ریز کن. از این کنار یه 2.5 داشتی، یه 6 هم از این طرفش، اینم دور ریز کن، بریزش کنار. تو این مرکز اینو ببر، از اینجا 6 سانت اومدی بالا، اینجا یه ساسون ببند، اینم از اینجا ببند، به این قسمتی که 5.5 و 1.5 اومدی اینو کلا حذفش کن، دور ریز. از اینجا که 5.5 اومدی، 13 اومدی، اینو صاف وصلش کن، اینجا یقه سوتیانته و این قسمت دور ریز. از اینجا یه 8 سانت داشتی، یه 6.5، این 6.5 رو یه 3 بیا پایین، یه 1 برو داخل، هلال زیر بغلتو بکش، بقیهش رو دور ریز کن. این طرف هم دوباره یه 3.5 و یه 3 داشتی که به صورت گرد با خطکش های پیستوله این قسمت رو هم دور ریز کن. خب اینجا SSSS مجموع این دوتا میشه پهلو، اینجا زیر بغل، اینجا یقه، این تیک CF، این تیک هم CF یعنی جلو، اینجا پایین سوتیانت هستش و نگه دارنده هم نداره این سوتیان، اینجا هم مرکز یا نوک سینه هست. این تیک یقه رو شما میتونید از گیپورای هلال هم استفاده کنی که حالا منم براتون استفاده میکنم که از سادگی در بیاد. پارچش هم دارم نخی استفاده میکنم. یه عکس میگیرم که براتون عکسش هم بذارم، اسکرین شات بگیرید از صفحه و بعد فرمولاشو توی دفترتون بنویسید. اینم تکه بچه ها دستک هستش. دستکتون به اندازه 1/4 دور زیر سینه به علاوه 5 سانت این سمتش باشه، برای من شده 25. این طرفش هم 9 سانت. 9 سانت یعنی آکاردمان به علاوه 2. یه 2.5 سانت و یک 6.5 سانت جدا کنید. اینجا رو یه نیم لقی بگیرید. از این طرف هم یه نیم حدوداً اینجا ها لقی بگیرید. از این طرف یه 2 بیا. این دو رو وصل کن به این گوشه. این تیکه SS یا پهلوی شما هستش. اینجا رو هم وصل کن به این 2.5 سانت، یه حالت هلال ایجاد کن. بند رو توی 7 سانتیمتری، 2 سانتی میتونی یا 1 سانتی میتونی بند بدی. اینجا سمت بالا، اینجا سمت پایین، اینجا سمت پهلو، اینجا هم سمت وسط مرکز پشتت هستش. این تیکه ها رو داریم. با داشتن این تیکه ها، تیکه ها رو پهن کردم باز دوباره روی پارچه نخی که کش نمیاد و برای هر کدوم یه حدود 1 سانتیمتر از دور تا دور جا دوخت میذارم. و برشکاریمو انجام میدم. حالا
حالا باز دوباره دوخت کاپش یه سری قلقای کوچیک داره که با قلقاشو با هم دیگه کار میکنیم. این تیکر از اینجا میبرم. این تیکر رو هم از اینجا میبرم. بنداشم از خودش برش میدم بازم. اینا رو که برش میدم بندشم مثلا از اینجا. پارچه های گلدار ریز انتخاب کنید برای دوخت سوتیاناتون چون خیلی خوشگل میشه. یا توپ توپی ریز انتخاب کنید، کلا ریز باشه کاری که انتخاب میکنید تا به زیبایی بیشترش کمک کنه. این تیکه ها رو بچه ها برش زدم. برای همین تیکه های پایین کاپ و بالای کاپ دوباره ابر روکشدار یا لایه زخیم مثل نمد، لایه نمدی، لایه اسلش برش بزنید به این شکل. ببینید بچه ها من برای زیرش ابر در آوردم، ابر روکشدار، هم برای زیر این تیکه، هم برای زیر این تیکه و هم برای زیر این تیکه که قراره این بالا دوخته بشه. خب تکه ها رو داریم، فرمول هم که بهتون گفتم، بریم برای دوخت و دوزش. خب ببینیم بچه ها میخواییم شروع کنیم به دوخت این سوتیه. من یک طرفش رو دوختم، یه طرف دیگه رو با هم دیگه میدوزیم. یه سوتیه نه یک، دو، سه، چهار تیکه هستش و یه بند که از جنس خودش. اینم داخلش گفتم قسمت کاپش رو ابر بذارید یا نمد بذارید یا لایه اسلش یا هر متریالی که بتونه کارتون رو ضخامت بده تا خوش ایستر بشه. بقیهش همه از جنس پارچه هستش، هیچ گونه کشی داخلش به کار نرفته و یکی از مدل های سوتین های فرانسوی هستش که عکسش هم میذارم. دقیقا شبیه خود مدل نمونه ساده شده. از یه تیک گیپور استفاده کردم برای این حاشیه این بالاش، منتها زیرش اول تمیز دوزی شده بعد گیپور رو گذاشتم. گیپوراش هستش، گیپوراش میتونید از خرازی ها تهیه کنید، عرض 15، عرض 20، 25، ولی من همه عرضش رو لازم ندارم. یه حدود 20 سانتی از این گیپور اینطوری جدا کنید و این تیکه رو میخواییم استفاده کنیم توی این دوختی که داریم. خب برای دوخت طبق معمول از پایین کاپ شروع میکنیم. ببین این پایین کاپ سوتیان هستش، دقیقا برعکس این سمت، یعنی قرینه این سمت باید دوخته بشه. این دوتا رو هم دیگه میذارم، به هم میدوزم. همزمان که داری میدوزی میتونی از یه دونه نوار اوریب برای تمیز دوزیش استفاده کنی. من نوار اوریبم اینجا قرار میدم، همه سه لایه رو با هم میدوزم. بعد که بازش کنید نوار اوریب میاد روی این قسمت رو میگیره. اوریب دوزیشو که انجام بدید پاک دوزی داخلش هم انجام شده. خب بعد از اون میخوام این تیکه بالا رو بدوزم. منتها قبل از اینکه این تیکه بالا رو بدوزم ببین یه دوخت این پایین رو میرم که حرکت نکنه رو هم دیگه پارچه و ابر. این میخواد اینجا دوخته بشه. منتها اول تمیز دوزی این قسمت رو انجام میدم. تمیز دوزی رو گفتیم از سمت پشت انجام میدیم، سمت رو تمومش میکنیم. نوا اوری برمیگرده سمت روی کاف، خودش خط تا داره، فقط ما کافیه روشو بدوزیم. خب بعد از اون از گیپور میخوام استفاده کنم. ببین این گیپور رو میخوام اینجا شبیه این تیکه بذارم و توی زیر بغل تمامش کنم.
چپه میذارمش. و بعد برگرده به سمت راسته کار. ببین روش هم حتی میتونی با نخ رنگ خودش یه دوخت لبه کارتو بری. خب اضافهشو جدا میکنم. حالا این تیکره به تیکه پایینی میدوزم. همزمان میتونی نوار اوری به تم قرار بدی. اضافه های دوخت تو سبک کن. بعد برش گردون به سمت پایین. همه دوخت بره زیر نوار اوری. سمت مقابلش هم حتی میتونی چرخ کنی. اگر از نوار اوری به بچه ها پهنای 1 سانتی متری تو سوتی اندوزی استفاده کنید خیلی دوختاتون تمیزتر میشه، چون پهنای 1.5 سانت مال سوتی اندوزی نیستش، بیشتر برای تمیزکاری لباسه. ولی خب اگه گیرتون نیمد هم رنگ پارچه میتونید تهیه کنید. حالا هم که دیگه دستکش رو وصل میکنم. ببین این دستک، وقتی میخوام دستک رو متصل کنم دوباره نوار اوری به من قرار میدم که تو قدم بعدی بتونم تمیز دوزیش رو انجام بدم. هر سلایی با هم دوخته میشه. اینجا زیر چرخم خب حالا نواقوری با برش میگردونم روی دوختم رو میگیرم که تمیز دوزیشم تموم بشه. خب بعد از این که تمیز دوزی زیر بغلشم پهلوش انجام دادیم، حالا از زیر بغل بدوزیم تا انتها. ببینیم من یک تای نواقوری رو باز میکنم اینجا میذارم. میدوزم با هم. یه نکته کوچولو داره اینجا. ببین یه ذره از بند تو اینجا بذار اضافه بیا. یه ذره از نوار اوری رو بذار اینجا اضافه بیا. میخوام تو مرحله بعدی بهش نگه دارنده رو محکم کنم. حالا تای نوار اوری رو برش گردون تمیزوزی روی کارتو انجام بده. این قسمتی هم که گیپور داشت اضافه گیپور بده زیر درزه زیر بغل. اگه سختتونه اول پوچ بس کنید، یا حتی به جای نوار اوریب از خود اوریب پارچه و یا از کشهای اوریب کش، به جای نوار اوریب از کش اوریب هم میتونید استفاده کنید که خودش نقش لقه گیری و چسبیدن به بدن رو هم داره. الان پارچه که میدوزید ممکنه زیر بغل لقه بده، که بهتون گفتم اگه زیر بغل لقه داد یه ساسون کوچولو اینجا لازم داره، چون کش نمیاد که بخواد جلوی لقه ها رو بگیره. حالا یه دونه سیاک نگه دارنده بعد اینجا براش بزنیم. اینطوری سیاک نگه دارنده رو از داخل حلقه پایینش اضافه بندتون عبور بدید. خیلی بهتره که پهنای سگک و پهنای بندی که دارید 1 سانت باشه.
خب حالا اضافه شو بچینید. پس یه دونه سگک اینجا الان متصل شد. بندی که از خودش برش زدیم پهناش 4 سانت بود، چون این بند اوریب نیست و راحت بر نمیگرده، بهتره که یه نیم سانت این لبش رو تا بزنیم، یه نیم سانت این لبه، دوتاش رو هم دیگه بذارید. خب این بند رو تا آخر یه دور بدوزید. حواستون باشه پهنای بند از پهنای نگه دارنده، از پهنای حلقه های نگه دارنده تون بیشتر نشه. برای پرس شدنش میتونید سمت مقابلش هم بدوزید. بعد سگک نگه دارنده رو از یکی از حلقه هاش رد کنید بندو، بیاین اینجا یه دور چرخش کنید. وقتی که عبور دادیم بیاین یه دور چرخش کنید. خب حالا بندو اینجا نگهش میدارید، بیاد از داخل این حلقه بالای رسه و بعد این بچه باید از حلقه این وسط رد میشد. خب تو این حلقه وسط بعد بیفته، یه بار از داخل این قسمت عبور میکنید، بند رو از اینجا عبورش میدید، از اینجا که عبور کردید بعد بر میگردید دوباره از پایین حلقه هم عبورش میدید. خب حالا دیگه این قابل تنظیم هستش. حالا این چون کش نیست لیز نیست زیاد راحت تنظیم نمیشه، ولی خب چون سوتیان خانگی هستش خوبه دیگه. ببینید محل اتصال بندم همون 7-8 سانتی پشته. یه بار اول این طرفی میذارمش، بعد راستش میکنم، از این طرفی هم محکمش میکنم. خب حالا برای تمیز دوزی پایینشم من میخوام از نوار اوریب گلبهی استفاده کنم. نوار اوریب رو دوباره از چپ اول میذاریم میدوزیم، بعد برش میگردونیم به سمت راسته. از کش یک طرف دالبور هم بچه ها میتونید استفاده کنید. حالا این بر میگرده سمت راسته، خود نوار اوریب که تا داره از روی خط تای نوار اوریب میدوزیم. حتما دوخت داخلتون رو سبک کنید که اضافه درز و پهنای درز اینجا نداشته باشید. حالا هر دو طرف آماده شد، میتونه از جلو قزن داشته باشه، میتونه از پشت قزن داشته باشه، از هر طرف که شما تمایل دارید این کار رو انجام بدید. من از جلو این دوتا تیکه رو به هم میدوزم.
خب برای تمیز روزیش هم میتونم دوباره از همین نوار اوریب استفاده کنم. نوار اوریب رو باز میکنم، اینجاش هم تا میزنم. به پایینم که رسیدم دوباره تا میزنم. و بعد این بر میگرده روی این قسمت. ببینید چقدر راحت این سوتیان تکمیل شد. فقط میمونه قسمت قزنهاش. یک سمت قزن مادگی، دوخته میشه. یک سمت هم قزن نری. دوخته میشه به این اگر با چرخ زیگزاگ اینا رو زیگزاگ بزنیم بچه خیلی تمیزتره. زیگزاگ ریز و چفت در چفت پر. این هم پشت کار که اینطوری بسته میشه. خب یه اتو میزنم، میام روی مانکم بذارم که عکساشم بگیرم براتون بذارم که ببینید نتیجه کار به چه شکل میشه. امیدوارم بچه از این آموزش راضی باشی. با لایک هاتون و با معرفی کانال ما به دوستان خیاطتون از ما حمایت کنید.